با آقای دکتر حسن روحانی بسم... آماده است. است بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق با تبریک بزرگترین عید اسلامی به سطح رسول اکرم نکاتی رو به محضر ملت بزرگوار عرض می کنم در زمینه سیاست داخلی اساس سیاست داخلی دولت تدبیر و امید بر مبنای اولا تأمین امنیت و ایجاد آرامش برای همه مردم ایران در تمام ابعاد زندگیشون خواهد بود بخش اقتصادی، فرهنگی، شغلی، حریم خصوصی و به هر حال همه ابعاد زندگیشون به ای باشه که مردم شب روز در خانه، در خیابون، در سفر احساس امنیت و آرامش در ابعاد مختلف زندگیشون داشته باشند. مسئله دوم مسئله آزادی است که در همه ابعاد زندگی آزادی مسئولانه رو احساس کنند یعنی جایی که باید نظرشون رو اعلام کنند مطالبشون رو بیان بکنند و یا اینکه در یک انتخابات با آزادی تمام بیان حضور پیدا کنند که متاسفانه امروز برخی از موارد این آزادی حضور مردم در صحنه انتخابات با سختگیری هایی که به اعتقاد من نیازی نیست اونقدر سختگیری بشه همراه شده که یکی دو نمونه آقای دکتر عارف اشاره کردن من هم چند نمونه دارم که نمیخوام وقت بگذره اما یه مقدار با سعه باید با این مسائل برخورد کنیم مسئله دیگر مسئله عدالت در سراسر کشور و بحث حقوق شهروندی است که همه مردم کشور ما از هر قبیله، نژاد، آذری زبان، کرد، ترک، ترکمن، عرب، بلوچ، لور همه و همه احساس کنند که شهروند یک کشور واحدند و از حقوق مساوی و عادلانه برخوردار هستند و بالاخره زمینه برای مشارکت همه مردم فراهم بکنیم تا با اعتماد کامل مردم مشارکت بکنند در بخش های مختلف سیاسی اجتماعی و این مشارکت تنها برای انتخابات یا برای 22 بهمن نباشه در همه امور مردم حضور فعال و مشارکت داشته باشند تا کشور به سمت انسجام و قدرت ملی حرکت بکنه برای این کار ما نیاز به اقلانیت و اعتدال داریم نیاز داریم از افراد و تفرید دوری گذینیم در بحث سیاست خارجی هم این چنین است ما در سیاست خارجی هم باید منافع کشور امنیت ملی کشور رو حفظ بکنیم و بتونیم شرایطی رو فراهم کنیم تا فرصتهای لازم برای مردم ما در صحنه سیاسی در بخش اقتصادی فرهنگی و سایر بخشها به وجود بیاد این که اشاره شد در بحث ها که در دولت سازندگی یا در دولت استها سیاست خارجی ما ایراد و اشکال داشته من تعجب میکنم از بعضی از دوستان که اشاره میکنن به یک حرفی که در گوشه یک سایتی آمده اون هم به صورت ناقص خوبه کتابی که اخیرا آقای البرادی نوشته The Age of دیسپشن اینه نگاه کنن این کتاب رو و ببینن میگه جنگ پشت دروازه ایران بود و این تدبیر ایران بود که جلو این جنگ رو گرفت و سه کشور رو به تهران دعوت کرد و اونها را سپر انسانی و میگه سپر انسانی قرار داد و کتاب های دیگری که در این زمینه نوشته شده منجمده دلست The من Last که آقای استرا نوشته و گفته جنگ حتمی بود و من آمدم اعلام کردم این جنگ احمقانه است و به خاطر این من برکنار کردن بنابراین ما بلد. واقعیت های تاریخی رو تحریف نکنیم و بدونیم شرایط کشور چی بوده بلد. امروز هم ما باید این شرایط رو برای کشور حفظ کنیم البته من تأکید می کنم در سیاست های خارجی، سیاست های مهم همه جا تایید مقام معظم رهبری و هدایت های ایشان هم بوده بلد. اون چه من راجع به اون دو دولت گفتم در واقع بخش بزرگی از اون هدایت بلد. های خود مقام خیلی متشکرم آقای دکتر روحانی جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل من از جناب آقای روحانی سوال میکنم در تبلیغات انتخاباتی جناب علی در مورد سیاست خارجی آمده بود که ما باید با کت خدا کنار بیاییم حالا من نمیدونم اینو به شوخی گفته بودید یا جد فرموده بودید این کت خدا اگر آمریکاست یعنی بقیه کشورها و از جمله ما ما رعیت آمریکا هستیم نه بعد به شما منتقل برد. شده توضیح, توضیح میدم توضیح با. بدید ممنون میشه جناب آقای دکتر سعید جلیلی در حال در بحث سیاست خارجی بحث مهمی که وجود داره اون دفاع از حقوق و منافع و ارزش یک ملت هست چون آقای روحانی مثال خوبی زدن از اظهاراتی که برخی گفتن ببینید آقای البرادهی به دنبال اون خودش تو کتابش چی میگه؟ صفحه 144 خاطرات آقای البرادی میگه نه تنها پیشنهاد سه کشور اروپایی ناچیز بود بلکه لحن توهینآمیزی نیز داشت تا جایی که حتی میشد آن را متکبرانه توصیف کرد این تر تا جایی پیش رفته بود که قول میداد اروپایی ها دانشمندان ایرانی را که در صورت قنیسازی نکردن بیکار میشوند تحت پوشش قرار این صفحه 144 خاطرات آقای البرادی که خود آقای روحانی همون زمان در کتاب خودشون که اینجا هست در صفحه 583 جوابشون میدن میگن متاسفانه در مقابل اگر نگوییم هیچ ایران ما به ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامهای اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن با های انجام نشده و درخواستهای بیشتر روبرو شد من بحثم اینه که ببینید اون چیزی که وجود داره تحلیلی که ما داریم از این بس نباید این این فرمایش خود جناب از کتابتون که به خوبی همون اون جواب دادید به آقای البرادعی و اون بحثی است که آقای البرادعی گفته من بحثم اینه که اون تحلیلی که وجود داره فقط این نیست که ما بگیم یا حالا در یک سایت باشه حتی خود الان دوستان میگفتن ما داشتیم از یک خطر نجات میدادیم کشور رو خطری نبود ایران در یک اقتدار بود بله دو طرف اومده بودن تهدیدای بود تدابیری بود اما ما وقتی توانستیم اون خطا رو انجام میدیم که با اقتدار رفتیم و به گونه ای شد که بعد اونها اومدن دنبال اینکه حالا بیایید با ما گفتگو کنید در بحث های مختلف خیلی متشکرم یک دقیقه و چهل و یک ثانیه جناب آقای دکتر محمد باقر غالیباف نکته ای که خدمت جناب روحانی عرض کنم از من تو بحث آزادی و نکاتی که جناب اشاره کردی در رابطه با سیاست داخلی من خاطرم از سال 82 که بنده فرمانده نیرو انتظامی بودم جنابالی دبیر شورای امنیت ملی بودین اگر بعد حوادث هجده تیر یادتون هست هر سال به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه به هر حال دانشجوها مراسمی میگذاشتن داخل دانشگاه بیرون دانشگاه یه جلسه که خدمت جناب بودیم اونجا بنده موافق این بودم که اجازه بدیم دفتر تحکیم وحدت که به حال میخواد برای 18 تیر مراسم بگیره بگیره این مراسم رو من خاطر ما جناب اونجا اشاره بین میکردیم که بابا دنبال دردسری ول کن چه مجوزی میخوام بهش حالا به حال اینا این کار انجام نشه بنده اونجا اصرار داشتم که ما اجازه بدیم دانشجو حرفش رو بزنه ولی در چارچوب قانون من خاطرم هسته میخوام اسم ببرم یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت که الان خارج از کشوره اون روز اومد من دنبال کردم نهایتا با اصرار اون روز قبول شد که اینا یک تجمع در دانشگاه تهران بذارن ولی قانون رعایت کنن قانون تجمعات که جنابادی از من مسلط ترین من نمیخوام توضیح بدم یک بحث اینجا این هست که به حال وقتی که خودمون در مسئولیت هستیم همین نگاه رو با آزادی داشته باشیم که وقتی در منظر منتقد به موضوع هستیم دزا خب به هر حال به نظر من اون زمان حق بود که البته من پیگیری موضوع رو او زمان کردم یا در شورای امنیت کشور در سال 82 اگر خاطر جنابالی باشه در شورای امنیت کشور در وزارت کشور یه جلسه برگزار شد بنده معتقد بودم پشت حوادثی که سال 82 20 روز 25 روز توی خیابون بود واقعا حوادثی که در کوی خوابگاه کوی دانشگاه اتفاق افتاد یا حوادثی که در خوابگاه ترشت علامه اتفاق افتاد که نیرو انتظامی تمام قد جلو لوا شخصی های استاد و برخورد کرد و اون شب مجروح هم ما اونجا دادیم و اجازه ندادیم که حوادث سال 78 تکرار بشه بنده در اون جلسه معتقد بودم این افرادی که پشت صحنه هستند دانشجو نیستند بعضی از اعضا تو جلسه اصرار کردم که اگر این گونه هست و کوی دانشگاهی مشکلات داره شما میدونید که طبق قانون باید به نیروی انتظامی مجوز ورود بدم مودی دانشگاه خب اون موقع من با اصرار این مجوز ورود با اصرار من گرفتم چرا من اصرار کردم چون من مطمئن بودم بعضی از افرادی که تو این جلسه هستند خود اینا در ای حوادث نقش دارند نه دانشوی توی کوی خوابگاه دانشگاه و اون شب شما دیدید وقتی این مجوز داده شد من به همه کارکنان گفتم شما مطمئن شید امشب هیچ اتفاقی نمیفته و هیچ اتفاقی نیفتاد خاطر جنابالی علی هست در مجلس ششم بنده جنابالی وزیر علوم وزیر کشور وزیر اطلاعات در مجلس ششم رفتیم اونجا توضیح داریم برای موزاد موقعی که من صحبت میکردم حتی یکی از نمایندگان مجلس که بنده مستند داشتم دخالتی در این حوادث داشت اون اونجا وقتی من صحبت کردم وسط صحبت نوارش هست بلند شد گفت که فلان شما منظور منم من به شما عرض کردم که نه منظورم شما نیستی ولی یه زبر مسئله به کار بردم چون خودش میدونست که چه نقشی رو در پشت حوادث داره بعد شما اخیرا دیدید که بی بی سی و وی آه اومدن حرف من رو در دانشگاه صنعتی شریف متاسفانه توسط یکی از سایت های داخل کشور که من نمیخوام اینجا اسم ببرم بخشی از صحبت های من رو حذف کردن و اومدن گفتن قالیباف اومده اینجا داره دوگانه برخورد میکنه از غذا من دوگانه برخورد نکردم من با حق دفاع کردم در یک جلسه در دبیرخونه گفتم باید اجازه بدی دفتر تحکیم بیاد اظهار نظر کنه در چارچوب قانون در یک جلسه هم در مجلس شورای اسلامی به صورت جلسه رسمی ولی غیر علنی و در جلسه‌ای که در شورای امنیت کشور در وزارت کشور تشکیل شد دوستم حواظه پشتر این گونه است به نظر من خوبه با. که ما وقتی از حرف از آزادی میزنیم دانشجو میزنیم اقوام میزنیم چه اون زمانی که در قدرت هستیم بنده خودم به عنوان فرمانده نیروی انتظامی همین شعن رو برای دانشجو و اقوام قائل باشم امروز هم که در مسئولیت اونجا نیستم این شان رو قائل باشم من توضیح جراوالی. در این موضوع چه هست متشکرم چهار دقیقه و بیست و نه ثانیه جناب آقای دکتر محمد رزا حسن. عارف جناب آقای مهندس سید محمد غرزی آقای دکتر شما مطلعید کسی بود که بسیار زیاد اشکالات داخلی بسیار فراوونه آیا اعتقاد حضرت عالی با این وضع موجود به این هست که سیاست های داخلی بایستی که پیگیری بشه یا سیاست های خارجی؟